به نام خدا طرز تهیه رشته پلو دامپانی که بسیار لذیذه و عزیزان میتونین مواد مورد نیاز ما را در سایت نوشه جان مشاهده کنید. خب عزیزان، الان من آب جوش درست کردم، نمک ریختم، برنجمو ریختم داخل قابلمه، گذاشتم یه کمی برنج نرم بشه ولی نه زیاد، چون الان میخوام دوباره بهش رشته رو اضافه کنم، رشته پلوی رو اضافه کنم، در نتیجه برنج دوباره میپزه. الان یک کم، خیلی کم زردچوبه اضافه میکنیم، خیلی کم. رشته رو که به قد، یعنی اندازه قد رشته ها 3 سانتی هستش، یواش یواش به برنجم اضافه میکنم. یه باره این کارو نکنید چون برنج رشته خمیر میشه. رشته خیلی زود میپزه، برای همین باید حواستون باشه که خمیر نشه. یه دونش رو میتونین امتحان کنین، یه کوچولو که نرم شد کافیه. الان دیگه کافیه، الان به اندازه 2-3 دقیقه ما اینو کارو کردیم، یعنی گذاشتیم رشته با برنج پخت. اینجا لوبیا چشم بلبلی رو که قبلا پخته بودم گذاشتم، کاملا آبش جمع شده، یه کمی هم نمک بهش اضافه کردم بعد از پختن. الان به رشته و پلومون اضافه، برنجمون اضافهش میکنم. دو حبه سیر داشتیم، سیره که خیلی ریز رندش کردیم، اینم هم میزنیم. شوید خشک داشتیم، به این ماده برنجمون و رشته و لوبیا اضافهش میکنیم، هم میزنیم. برای این شوید رو به این ماده اضافه میکنیم که عطر شوید در بیاد. الان دیگه این ماده مواد با هم دیگه کاملا مخلوط شدن. اول از ته برنجمون یکم بر میداریم، میریزیم ته آبکش، بعدن بقیه مواد رو بهش اضافه میکنیم. این کار میکنیم برای که شویدمون حروم نشه. عزیزان الان من برنجم رو آبکش کردم، ته قابلمم رو روغن ریختم و سیب زمینی، روش نمک ریختم، کمی هم زعفران. الان برنجی رو که آبکش کرده بودم همراه با رشته و لوبیا چشم بلبلی و شوید بود به این اضافه میکنم، میذارم. وقتی که بخار کرد با حرارت بالا، زیر حرارتش رو کم میکنم، دمکنی رو میذارم به اندازه نیم ساعت تا 45 دقیقه که برنج ما دم بکشه. پلوی ما هم که بخار کرده الان روش دمکنی میذارم و میذارم اینم به مدت نیم ساعت تا 40 دقیقه دم بکشه. عزیزان الان میخواییم مواد پروتئین رشته پلوی دامغانی رو آماده کنیم. این غذا به پیازداغ زیادی احتیاج داره. من پیازداغ آماده کردم، یک کمی بهش زردچوبه میزنم،
مخلوطش میکنم. رشته پلوی دامغانی رو با پروتئین های مختلفی میشه خورد که من گوشت چرخ کرده رو انتخاب کردم برای امروز، که میتونین به جای گوشت چرخ کرده از میگو هم استفاده کنید. اینا رو کاملا با همدیگه مخلوط میکنم، میذارم آب گوشت جمع بشه تفت بخوره، بعد یک پیمونه آب بهش اضافه میکنم و میذارم گوشتم بپزه و آبش کاملا گرفته بشه. خب عزیزان، رشته پلوی دامغانی ما که با گوشت چرخ کرده من اونو پختم آماده شده. امیدوارم شما هم درست بکنین و از خوردن اون در کنار ماست و سالاد لذت ببرید. نوش جان.